اینتروداکشن درس یک رو داریم، مقدمه. اینتروداکشن به معنی مقدمه هستش و برای آشنایی با در واقع درس یک یه سری مطالب توی قسمت اینتروداکشن ما گفته میشه که بتونیم وارد مباحث درس یک بشیم و ببینیم که چه چیزایی رو میخواد به ما آموزش بدن. اول میپردازیم به قسمت اینتروداکشن. توی قسمت اینتروداکشن پارت get ready از ما خواسته که match the pictures with the phrases، match کنید، match یعنی جفت کردن، جفت کنید the pictures، عکس ها رو، with phrases، با این عبارت هایی که این پایین داده شده. 4 تا عکس A, B, C و D رو به ما داده و 4 تا phrase. اول phrase ها رو با هم دیگه میخونیم. helping endangered animals، کمک به حیوانات مصدوم. جمله بعد hurting the animals، hurting the animals یعنی آسیب زدن به حیوانات. putting out the fire، putting out، put out به معنی اطفاء کردن و خاموش کردن آتش هستش، putting out the fire. و cutting trees، حالا با توجه به تصاویر خیلی ساده میتونیم ببینیم که تصویر A که داره یه گاو رو در واقع توی گاو بازی چند تا نیزه به اون گاو زدن، میتونیم کامل متوجه بشیم که این تصویر متعلق به کدوم یکی از این 4 تا phrase هستش. و مسلما تصویر A hurting the animals هست، یعنی آسیب زدن به حیوانات. تصویر B رو دقت کنید، یه آتش نشان در واقع داره آتشی که توی یک جنگل هست و سعی میکنه که خاموش کنه. پس تصویر B حتما خواهد بود putting out the fire. بله، putting out the fire تصویر B ما هست و یعنی خاموش کردن، put out رو یاد بگیریم یعنی خاموش کردن آتش در واقع. تصویر C درختان قطع شده رو به ما داره نشون میده، پس مسلما تصویر C خواهد بود cutting trees، به این شکل cutting trees، قطع کردن درختان. و آخرین جمله هم که helping the injured animals هست با تصویر B سازگاره، که همونطور که میبینید توی یه فضای آزمایشگاهی دارن به یک حیوان مصدوم کمک میکنند. D. خب which is good for the nature، کدوم یکی از اونا good هست برای nature، خوبه برای nature. which is bad، کدومش چی بده، دستبندیشون میکنیم توی این جدول. دقت کنید helping the injured animals is good for the nature، کمک کردن به حیوانات مصدوم برای طبیعت خوبه. and next one، اونی که خوبه putting out the fire، خاموش کردن آتش، این به نفع طبیعته. پس اینا دوتا good for the nature هستن. و اونایی که bad هستن for the nature، no، hurting the animals، آسیب زدن به حیوانات، مصدوم کردن حیوانات، این کار خوبی نیست برای طبیعت. و بعدی cutting trees، قطع کردن درختان، یکی از بدترین کارهایی که توی طبیعت میشه انجام بشه این هستش. دستبندی شدن اینا به دو دسته خوب برای طبیعت و بد برای طبیعت. قسمت بعد رو دقت کنید. match the pictures with the words، تصاویر رو با این کلمات match کنید، کلمه هایی که داده شده به صورت در هم کلمات داده شدن و یه سری تصویر. میخوام هر کدوم رو ببینیم که با کدوم یکی از این تصاویر match میشه. اول بخونیم. A goat، یک goat، goat به معنی بز هستش. A wolf، یک گرگ. A panda، یک پاندا. An elephant، یک فیل. A whale، یک نهنگ. A cat، یک گربه. A leopard، یک یوز پلنگ. And a duck، و یک اردک. حالا اینا رو در واقع با هم دیگه مچ میکنیم. دقت کنید. A whale، یک نهنگ. An elephant، یک فیل. A panda، یک پاندا، یک خرس پاندا. A leopard، یک لپرد، یک ببر در واقع. A wolf، یک گرگ. A goat، یک بز. A duck، یک اردک. And a cat، و یک گربه. حالا از مخواسته can you divide the above animals into two groups، میتونید اون حیوانات بالا رو به دو دسته تقسیم کنید، به دو تا گروه تقسیم کنید. how، چگونه. دقت کنید این یک تقسیم بندی تیپیکاله، ممکنه جورای دیگه هم بشه اینو تقسیم بندی رو انجام داد. A panda، a cat، a goat and a dog come this part، میان این قسمت. و قسمت بعد a whale، a wolf، a leopard and an elephant،
میان توی پارت بعدی. اوکی.